سلام دوستان، با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار مایکروسافت پروژه در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل ما خود پروژه رو تعریف کرده بودیم و خب تو این جلسه میخوایم گام هایی که برای مدیریت پروژه برمیداریم رو به دیتیل و با جزئیات بیشتر با هم مرور کنیم. خب تو جلسه قبل ما در مورد این نمودار با هم کمی صحبت کردیم، ولی من احساس کردم که بهتره یه مقدار توضیحات بیشتری رو در این خصوص بدم که دوستان متوجه بشن که چه رویه‌ای واسه رسیدن به پروژه ها وجود داره و بعد اینکه حالا پروژه ها تعریف شد، اون وقت مدیریت پروژه به چه صورت انجام میشه. خب گفتیم تو گام اول ما سند راهبردی رو تعیین می‌کنیم. سند راهبردی چیه؟ یا مدیریت استراتژیکی که میخوایم انجام بدیم چی هستش که تکنیکی هست واسه تهیه یه سند راهبردی یا سند استراتژیک. خب ما از طریق مدیریت استراتژیک اول از همه میفهمیم که شرکتمون تو چه نقطه‌ای قرار داره، بر اساس عواملی که از خارج به سازمانمون داره وارد میشه و همینطور بر اساس خود محیط سازمانمون. خب ما اون وقت میفهمیم که توی موقعیتی هستیم که حالا باید چه کارهایی رو انجام بدیم تا بخوایم به چه موقعیتی برسیم. درسته؟ نگاه کنین، واسه برنامه‌ریزی استراتژیک یعنی این که، یعنی راهبردی وقتی که معنی شد، یعنی این که من چه راههایی رو برم، خب، تا از یه نقطه‌ای که در حال حاضر تو اون قرار دارم به نقطه مطلوب خودم برسم که میخوام حالا تو 5 سال دیگه، 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه اونجا باشم. پس من راههایی رو باید تعریف بکنم تا من رو به سوی پیشرفتی که مد نظرم هست راهنمایی کنه. خب این برای این کار ما از تکنیک های مدیریت استراتژیک استفاده میکنیم که یه کورس جداگونه داره که انشالله اون رو تهیه خواهیم کرد. و وقتی که ما مدیریت استراتژیک رو ایجاد کردیم، اون وقت یه سری طرح به دست میادش. ما اون طرح ها مجموعی از پروژه ها هستن که میخواییم اونا رو انجام بدیم تا به هدف خودمون برسیم. اما خب وقتی که طرح رو ایجاد میکنیم، لزوما همه اون پروژه ها تو یک راستا شاید نباشن، تو راستای مختلفی هستن که ما رو به هدف خودمون داره میبره. پس طرح مجموعی از پروژه ها هستش که ممکنه تو یک راستا نباشن. بعد از اینکه طرح تهیه شد، ما اونا رو اولویت بندی میکنیم و تصویب میکنیم. پروژه‌ای که به دست اومده از طریق سند راهبردی، یعنی راهبردها رو به دست آوردیم، هدف بلند مدتمون رو گذاشتیم و پروژه رو تعریف کردیم و حالا می‌خوایم ببینیم کدوم‌ها رو واقعا باید اجرا بکنیم. پس باید از طریق تکنیک‌های MCDM و مهندسی ارزش استفاده کنیم که بگیم کدوم پروژه‌ها باید ایجاد بشن. تو همین راستا ما باید فیزیبیلیتی استادی رو هم انجام بدیم. فیزیبیلیتی استادی یا امکان سنجی تکنیکایی هستن که میان به ما میگن که آقا یه پروژه‌ای که داری انجام میدی چقدر هزینه میبره واسه تو و چقدر به سود میرسی و چقدر جذابیت میتونه داشته باشه اون پروژه واسه تو که انجامش بدی. پس ما میایم فیزیبیلیتی استادی رو هم تو همین مرحله انجام میدیم تا اینکه بگیم کدوم پروژه ها رو باید تصویب بکنیم. که فیزیبیلیتی استادی یه جوری میشه گفت از توی خود مهندسی ارزش گنجونده میشه و خب مهندسی ارزش هم یه کورس جداگونه داره که دیتیل های زیادی رو باید تو اون در نظر بگیریم. خب پس از اینکه ما امکان سنجی کردیم و گفتیم اوکی این پروژه خوب هستش و باید انجام بدیم، پس یه لیستی از پروژه ها واسه ما ایجاد میشه که میخوایم اونا رو انجام بدیم. این لیست پروژه ها رو من تو پورتفولیوی خودم، یعنی سبد پروژه های خودم قرار میدم واسه اجرا، که مدیریت پورتفولیو و مدیریت سبد پروژه ها خودش یه بحث داغ به روز هست که خیلی تو این زمینه کار کردم و مقاله دادم و در این خصوص هم میشه صحبت های زیادی کرد که حالا تو این دوره آموزشی ما بحثمون خارج از بحثمون هستش و زیاد به اون نمیپردازیم و ما در حقیقت فرآیندی رو میخواییم تهیه کنیم که میخواییم یک دونه پروژه رو مدیریت کنیم از طریق اون. اما برای شرکت های به خصوص پروژه محور لازمه که دیدگاه پورتفولیو داشته باشن، یعنی یک سبدی از پروژه ها رو با هم مدیریت بکنن که خب گام های بیشتری رو به این فرآیند کلی من اضافه میکنه و درگیر مستقیم هستش با برنامه‌ریزی استراتژیک. خب پس پورتفولیو من که اینجا تهیه میشه،
و میخوام همه پروژه‌هامو یک زمان مدیریت بکنم، رابطه مستقیم داره، رابطه دو طرفه‌ای داره با سند راهبردی و همیشه یه دیدی با برنامه‌ریزی استراتژیک داره که تو اینجا خوب انجام میشه. اما وقتی که پورتفولیوی من به دست اومد، واسه اینکه بتونم یک دونه از پروژه هام رو به خوبی مدیریت کنم، یک سری گام های باید انجام بدم که یه فرایند هستش که ما قبلا این نمودار کوچیک اینجا رو دیده بودیم با هم دیگه. اگه یه مقدار زوم بکنیم، ما این فرایند کلی رو دیده بودیم که یک سری اقدامات اولیه بود، سند منشور پروژه باید تهیه میشد و شناسایی ذی‌نفعان باید انجام شد که این شناسایی ذی‌نفعان هم خب به صورت کلی توی فرآیندهای آغازین هست که آخرش ما میتونیم اون رو توی خود منشور پروژه هم بیاریم که توی یک راستا هستن. پس بعد از اینکه ما فرآیندهای آغازین رو انجام دادیم، باید بیایم برنامه‌ریزی بکنیم پروژه‌مون رو که حالا به دیتیل با هم توضیح میدیم و پیش میریم، بعد اجرا و کنترل کنیم که با هم رابطه دارن و این سه تا تکرار میشن انقدر تا اینکه به فرآیندهای اختتامیه برسیم و پایان پروژه برسیم. خب حالا با هم دیگه وارد این فرآیندها بشیم. بریم اول فرآیندهای آغازین رو شروع کنیم، بعد یه برنامه‌ریزی رو داشته باشیم، بعد این چرخه برنامه‌ریزی، کنترل و اجرا رو با هم ببینیم و فرآیند اختتامیه رو با هم نگاه کنیم با جزئیات بیشتر. خب تو اول گفتیم ما فرآیندهای آغازین رو داریم. قسمتی از فرآیندهای آغازین تهیه منشور پروژه بودش. خب ما می‌خوایم منشور پروژه رو تهیه بکنیم. برای اینکه منشور پروژه رو تهیه بکنیم، ما میگیم خب آغاز فرآیندمون اینجا هستش. اگر زوم بکنم که بهتر مشاهده بشه، خب ما شروع می‌کنیم واسه اینکه پروژه‌مون رو آغاز بکنیم. در مرحله اول ما باید تیمی رو تشکیل بدیم. اون تیم که توش مدیر پروژه تعریف شده میاد یه تیم کوچیک آغازین رو تهیه میکنه که بیاد کارهای اولیه رو انجام بده، که کارهای اولیه رو اینجا ما داریم با هم میبینیم. پس اولین گام ما تعریف مدیر پروژه هست و یه تیمی که مرحله آغازین رو انجام بده که این مدیر پروژه از طرف مدیریت ارشد تعیین میشه. خب بعد از اینکه این تیم ما آماده شد، ما میایم ذی‌نفعان پروژه‌مون رو شناسایی می‌کنیم. ذی‌نفعان یعنی چی؟ ما حتما در مورد ذی‌نفعان و اینکه بتونیم اونا رو شناسایی بکنیم و نیازهاشون رو تعریف کنیم صحبت می‌کنیم توی در مورد این قسمت توی جلسه بعدی. خب اولین کاری که می‌کنیم اینی که چجوری ذی‌نفعامون رو بتونیم شناسایی کنیم. ذی‌نفعان به طور کلی کسانی هستن که اثری بر پروژه دارن. خب خیلی اشخاص میتونن بر پروژه ها اثر داشته باشن و ما باید اونا رو اولویت بندی بکنیم و بر اساس اولویت بیایم نیازهای اونها رو بشناسیم و بگیم که آقا این ذی‌نفعان من چه نیازهایی دارن که ما میخوایم اونا رو برآورده کنیم دیگه، که عمدترینش مشتری من هستش. پس من باید به طور مناسب نیاز مشتریمو بشناسم. بعد اینکه نیاز مشتریمو رو شناختم و ذی‌نفعانم شناختم، باید بگم که اوکی این نیازها رو بر اساس اقلامی که میشه تحویل داد به اونا تعریف بکنم. ببینیم به طور کلی مشتری میگه من فلان چیزو میخوام، شاید تعریف مناسبی از نیازهاش نتونه به ما اصلا ارائه بده و به صورت کلی به ما انتقال بده اونا رو. وظیفه ما هستش که بیایم این نیازها رو پایش کنیم، ترتیب بدیم، اولویت بندی بکنیم و حتی بعضی اونا رو حذف کنیم به خاطر اینکه با هم شاید تناقض داشته باشن. یه مشتری میاد یه سری نیازها رو واسه خودش میگه که آقا نمیشه انجامش داد. خب با هم تناقض داره، اگه بخوای اینو انجام بدی اون یکی رو دیگه نمیتونی انجام بدی. درسته؟ پس میام بر این نیازها رو بر اساس اقلامی که قابل تحویل هستن تعریف میکنم. بعد میام محدودیت‌هایی که وجود داره رو تعریف میکنم. ببینید این قسمت باید دو طرفه باشه به نظر من، که حالا توی این نمودار نشون داده نشد زیاد خوب، ولی در حقیقت دو طرفه هستش. وقتی که من محدودیت ها رو تعریف کردم، میام میگم که آقا یه سری از نیازهای مشتری من بر اساس محدودیت های مثلا قانونی که وجود داره نمیتونم انجامش بدم. میام میگم آقای مشتری من این محدودیت قانونی رو دارم، به خاطر همین این نیاز تو رو نمیتونم برآورده کنم و بنابراین این دوباره باید آپدیت بشه. شاید مناسب بود اینجا وقتی که
محدودیت ها تعریف شد، یه تصمیم گیری اینجا ایجاد بشه که آیا تناقضی وجود داره با نیازها، با دوباره بیایم بالا شناسه نیازها بکنیم و دوباره اقلام رو تعریف کنیم. یه چرخه اینجا لازم داشت. خب بعد اینکه نیازها و محدودیت ها شناسایی شد و اقلام قابل تحویل رو تونستم بدم، میام میگم که روش کنترل محدوده من چجوری باید باشه. ببینید خیلی وقتا ممکنه که نیازهای مشتری تغییر بکنه، خیلی وقتا محدودیت‌های جدیدی اعمال شاید بشه، پس ممکنه این محدوده یا اقلام قابل تحویل من تغییراتی داشته باشه. من باید بیام رویه‌ای رو پیش بینی بکنم که اگر تغییراتی ایجاد شد چجوری این تغییرات رو اعمال بکنم و این روش رو توی منشور پروژه خودم بیارم و یک رویه مناسبی واسه مدیریت محدوده خودم تعریف بکنم که محدوده پروژه بوده و اقلام قابل تعریف رو اقلام قابل تحویل رو تو اون تعریف میکنیم. خب بعد از این که مدیریت محدوده انجام شد، میتونم حالا یه سندی رو تهیه کنم. خب اینجا یه دیتا استور داریم واسه پروژه‌مون، یه مخزن داده ها داریم که فرض بر این بوده که این همون سیستم های اطلاعات مدیریت هستش. خب سیستم های اطلاعات مدیریت در حقیقت یک مخزن اطلاعاتی، یک پایگاه اطلاعاتی هست که یک سری حالا کارهای سیستمی هم توش میشه انجام داد، یه سری رویه‌ها رو میشه روش قرار داد و یک نرم افزار و یک پایگاه داده یک پارچه هست واسه اینکه تمام اطلاعات خودم رو تو اون ثبت بکنم و همگی بتونم به اون دسترسی داشته باشن بر اساس سطح دسترسیشون. پس این یک موضوع حیاتی است تو پروژه، به خاطر اینکه خیلی از افراد توی این پروژه درگیر هستن و باید به راحتی به اطلاعاتی که نیاز دارن دسترسی پیدا کنن بر اساس سطح دسترسی که براشون تعریف میشه. پس این سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت خیلی مهم و حیاتی هستش و یکی از مثال‌های اون شیرپوینت واسه اینکه ما بتونیم با ام اس پروژکت کار بکنیم به خوبی و این ام اس پروژکت رو بتونیم توی کل سازمانمون تعریف کنیم بر اساس سطح دسترسی که به افراد میدیم بتونن مشاهدات خودشون رو انجام بدن، میتونیم از شیرپوینت استفاده کنیم که شیرپوینت یه نرم افزار قدرتمند واسه تهیه سیستم های اطلاعاتی مدیریت هست که امروزه خیلی ازش استفاده میکنن. خب بعد اینکه سند پیشنویس تعریف شد، ما میایم میگیم آقای نزینف، اونایی که باید امضا بکنین این سند رو، اونایی که مهم هستین، آیا موافق هستین با این سند؟ اگر نبودن ما باید فرآیند رو تکرار کنیم، بریم انقدر این کار رو تکرار بکنیم تا اینکه تایید اونها رو بگیریم و بگیم اوکی این الان سند نهایی ما هستش و سند نهایی رو می‌نویسیم و به امضای زینفانمون می‌رسونیم و خودمون کسی که قراره پروژه رو تایید کنه. یه جورایی این منشور پروژه قرارداد ما هم هست، ولی فراتر از اون قرارداد خیلی از عوامل دیگه توش تعریف شده. حالا یه جلسه ای ما خواهیم داشت واسه مدیریت قراردادها، اما به صورت کلی چون بحث خیلی طولانی داره و نیاز به تجربه زیادی واسه تدریس اون هستش که شاید من اون تجربه رو نداشته باشم در حال حاضر، اما میتونیم به صورت کلی در مورد مدیریت قراردادها هم صحبت کنیم. خب بعد از اینکه سند ما تهیه شد و منشور پروژه تهیه شد، حالا میتونیم یواش یواش استارت خود پروژه رو بزنیم، به صورت اینکه اول از همه باید تیم پروژه‌مون رو تعریف کنیم. خب بگیم که این پروژه توی سازمان من کجا هستش، سازمانی که قراره این رو اجرا بکنه بیاد بگه که چه اشخاصی باید این پروژه رو هدایت بکنن. خب پس من یه سری تکنیک ها دارم واسه اینکه جایگاه این پروژه‌مو تو سازمانم تعریف کنم، بگم که آقا این اشخاص کیا هستن که قراره این مدیریت پروژه رو انجام بدن دیگه. پس اون تیم اصلی من اینجا تشکیل میشه، تیمی که قراره مدیریت پروژه رو انجام بده. فقط لازم به ذکر اینها کسانی نیستن که اجرا کننده اصلی خود پروژه باشن. مثلا منظور من این هستش که مثلا من توی یه پروژه لودر لازم دارم، خب لودر کار من اینجا تعریف نمیشه که آقا کی هستش، اون مدیران من که قراره آیتم های به خصوص پروژه رو برنامه‌ریزی کنن، قرار کنترل کنن و غیره اینجا تعریف میشه. بعد سلسله مراتب اونها، پست هایی که من به این پروژه تخصیص دادم، مثلا سرپرست کارگاه یکی از اونها باشه دیگه توی این جایگاه پروژه من. خب سرپرست کارگاه کی هستش؟ میام سلسله مراتب رو از مدیر پروژه شروع میکنم به صورت سلسله مراتبی
تقسیم بندی میکنم، میگم آقا این کارگاه من سرپرستش مثلا این هستش، این کارگاه این هستش، مدیر برنامه ریزی این هستش، من زیرش دوباره کارشناس برنامه ریزی دارم، کارشناس مثلا تهیه گزارش دارم و حالا مواردی که لازم. پس من یه سلسله مراتب واسه خود پروژم از که نشأت شده ممکن باشه از سلسله مراتب سازمان باشه، یا اینکه حالا مشاوره هم توش وجود داشته باشه، خب یه مقدار با اون سازمانمون سلسله مراتب اصلی سازمان فرق داشته باشه. پس یه سلسله مراتب برای خود پروژم تهیه میکنم که میگم اینها وظیفه مدیریت این پروژه رو دارن و پروژه رو اجرا و به اتمام برسونن. خب برنامه‌ریزی، اجرا و به اتمام برسونن. بعد اینکه این اشخاص یعنی تیم پروژه من به صورت کامل تعریف شد، حالا وارد قسمت عملیاتی میشم، میام میگم مدیریت محدوده. خب من اینجا مدیریت محدوده کلی داشتم، دیدین اقلام اصلی قابل تحلیل رو اینجا من تعریف کرده بودم، اما اینجا دیگه دیتیل لازم دارم. دیتیل تا چه حدی؟ این دیگه مدیریت محدوده من هستش که توی WBS حتما با هم در موردش صحبت میکنیم. ما یه تکنیکی به نام Work Breakdown Structure داریم به نام ساختار شکست کارها در پروژه، که تو اونجا من اول باید تعریف کنم که تا چه حد میخوام دیتیل بشم و یه ساختار سلسله مراتبی از پروژم تعریف کنم که بگم به ترتیب چه کار، به ترتیب نه، چه کارهایی باید انجام بشه تا این پروژه من تمام بشه. خب این ساختاره که من تهیه میکنم از بالا به پایین تا جایی باید شکسته بشه، که در مورد این صحبت خواهیم کرد که چه جور رویه ها و شیوه ها و تکنیک هایی وجود داره که من ساختار شکست پروژه رو تهیه بکنم. بعد اینکه ساختار شکست پروژه تعریف شد، من باید یه سری مسئولین نظارتی که به صورت دوره حالا بیشتر اوقات انجام میشه، یه سری مسئولین تعریف کنم که بیان هر چند وقت با ببینن چه کارهایی انجام شده. من یه سری از این باکس های WBS هم رو به این مسئولین تخصیص میدم که این مسئولین وظیفه دارن برن ببینن که آیا این باکس به صورت مناسب انجام شده، مشکلی داره، دوباره کاری لازم داریم و غیره. خب وقتی که این مسئولین هم تعریف شدن، میتونم بگم که فرآیندهای آغازین من تموم شده و یه سیگنالی میدم واسه اینکه شروع بشه به برنامه‌ریزی. پس این علامت سیگناله که من میگم یه سیگنالی دادم آقا برنامه‌ریزی رو شروع کنیم دیگه. خب چون اینجا من تیمم یکی بود، شاید حالا ایمیل نشه، همونجا خودشون دیگه استارت این گروه، استارت برنامه‌ریزی رو بزنن. خب پس میریم وارد فرآیندهای برنامه‌ریزی میشیم. پس من یه برنامه اولیه یا کلی رو تهیه باید بکنم. این فرآیند برنامه‌ریزی با اجرا و کنترل و برنامه‌ریزی یه مقدار عقب‌تر هست از اون، به خاطر اینکه من یه برنامه اصلی و کلی متعیه میکنم، یعنی استخونبندی اصلی برنامه‌ریزی متعیه میکنم. میدونیم که پیشبینی کار سختیه، این کار پیشبینی رو من دارم اینجا انجام میدم. میدونیم که لغت‌های برآورده اینجا دارم. خب پیشبینی کار سختیه، به خاطر همین ما خیلی وقتا خیلی چیزها رو شاید نتونیم پیشبینی کنیم و برنامه باید آپدیت بشه در حین اجرا. خب حالا بیایم ببینیم برنامه‌ریزی که میخوایم انجام بدیم چه گام هایی رو داره. سیگنال شروع برنامه‌ریزی رو دریافت میکنیم و شروع میکنیم به برنامه‌ریزی. اول از همه من باید وابستگی بین فعالیت هامو تعریف کنم. ناگهان تو قبل من اینجا که ساختار شکست تعریف کردم، نگفتم به ترتیب اون کارهایی که شکستم گسسته هستن، به ترتیب کدوما باید انجام بشن. خب من میام اینجا ترتیب ها رو تعریف میکنم که آقا کدوم از فعالیت ها اول باید انجام بشن، بعد اینکه این فعالیت انجام شد کدوم یکی باید فعالیت انجام بشه، یا شاید حتی به صورت موازی من بتونم دو تا فعالیت رو انجام بدم. خب پس میام اینها رو تعریف میکنم، وابستگی که بین فعالیت ها وجود داره، توالی رو تعریف میکنم. بعد که این توالی رو تعریف کردم، میتونم بیام بگم که آقا زمان هر کدوم از این فعالیت ها چقدر هستش. بهتره که اول وابستگی بین فعالیت ها تعریف بشه، بعد زمان فعالیت ها رو من برآورد کنم. خب به خاطر اینکه اونجا اینها یه مقدار وابستگی کوچیکی به هم دارن که دید بهتری رو میتونم داشته باشم موقعی که برآورد زمان میکنم. خب برآورد زمان هم یه تکنیک قطعی داره و یه تکنیک احتمالی. ما تکنیک قطعی رو با هم صحبت خواهیم کرد که چجوری میتونیم به دست بیاریم، اما تکنیک احتمالی که با هم صحبت میکنیم باید حتما بهتون بگم که بهترین زمان واسه تهیه تکنیک احتمالی به نظر من این هستش که ما چند تا پروژه مشابه رو انجام داده باشیم و اون فعالیت ها رو بهتر شناخته باشیم، و وقتی که
بهتر شناختیم، میتونیم از تکنیک احتمالی خیلی خوب استفاده کنیم. ولی وقتی که ما یک پروژه رو واقعا دفعه اول داریم انجام میدیم، شاید خوب باشه که قطعی اول رو یه برآورد رو میکنیم، دیگه پارامترهای احتمالی رو دخیلش نمیکنیم، به خاطر اینکه این پروژه رو یه بار به خوبی انجام بدیم و توی کنترل و اجرا باگ‌هاش رو به خوبی در بیاریم و بعداً تو پروژه مشابه از دانشی که کسب کردیم واسه دقت برآوردمون بتونیم استفاده بکنیم. همینطور واسه منابع. خب من این دوتا رو برآورد زمان فعالیت ها و برآورد منابع رو شاید اصلا همزمان توسط دو تیمی که دارم انجام بدم، ولی وقتی که زمان رو تعریف کردم، منابع هم بر زمان تأثیر گذارن. اگر من یه لودرکار متخصص بگیرم، زمان رو زودتر داره انجام میده، و اگر یه لودرکار خب آماتور بگیرم، ناشی بگیرم، زمان شاید طولانی تر باشه، دوباره کاری داشته باشم و غیره. پس منابع داره بر زمان فعالیت تأثیر میذاره و خوبه که اینجا من یه چرخه‌ای رو واسش تعریف بکنم که بیام بر اساس اون این دوتا رو با هم انجام بدم. خب وقتی که این دوتا رو با هم برآورد کردم، منابع و زمانم برآورد شد، محاسبات زمانی دارم اینجا که دم افزارهای امروزه خیلی خوب اونو انجام میدن و ما تو MS Project خواهیم دید اونها رو. بعد خب ما فعالیت دستی هم داریم که دانششون رو بهتر اول بدونیم بعد وارد MSP بشیم که بفهمیم MSP داره چی کار میکنه، به دقت بدونیم که چه اتفاقاتی داره توی نرم افزار میفته که این محاسبات زمانی داره اجرا میشه و بتونیم از اونها استفاده بکنیم. خب بعد توی کنکورها هم که کنکور ارشد صنایع و کنکور حالا مدیریت پروژه هم از این محاسبات زمانی حتما فرمولاش میاد و کسانی که میخوان دانش پروژه رو به خوبی یاد بگیرن واسه اینکه کنکور اون رو هم بدن، به خاطر همین ما به صورت دیتیل این محاسبات زمانی رو حتما خواهیم داشتش. بعد از اینکه محاسبات زمانی رو انجام دادیم، میایم این منابعی که برآورد کردیم و فعالیت‌ها رو، منابع رو تخصیص میدیم به فعالیت‌های خودمون. خب به فعالیت‌ها یا اکتیویتی‌ها تخصیص میدیم اینها رو و میگیم که هر فعالیت چه منابعی رو لازم داره. خب خیلی وقت و وقتی که من این تخصیص رو میدم توی MS Project هم، حالا توی نرم افزاره پریمور و غیره این تخصیص رو انجام میدیم، خب اینا تداخل با هم دارن، نمیتونه یه منبع در یک واحد زمانی دو جا باشه دیگه. خیلی وقتا چون من این تخصیص رو دارم انجام میدم، این اتفاق رخ میده و من باید تسطیح منابع کنم. تسطیح منابع از طریق حالا ریاضیاتی با انجام محاسبات زمانی به وسیله اینها انجام میشه. من محاسبات زمانی رو داشتم و حالا میتونم بر اساس اطلاعاتی که توی محاسبات زمانی وجود داره، تسطیح منابع رو که به دیتیل با هم صحبت خواهیم کرد انجام بدم و بگم که توی این فرجه ها، یعنی زمان هایی که دارم و بر مدت زمان پروژه اصلی من تأثیر گذار نیستن، چجوری منابع رو تقسیم بندی بکنم به خوبی که کی چه شخصی یا چه منبعی کجا مصرف بشه یا کجا کار کنه و چه زمانی کار بکنه و مصرف بشه، تا بر روی زمان کلی پروژه من کمترین تأثیر رو داشته باشه. پس این تسطیح منابع رو من میتونم انجام بدم که تکنیک های ریاضی مختلفی واسش و تکنیک های ریاضی پیچیده هم واسش وجود داره و حالا توی نرم افزار MS Project هم من یه ریسورس لولینگ هم دارم که میتونم از اون استفاده کنم و حالا با همون رو خواهیم دیدش. خب بعد از اینکه تسطیح منابع رو انجام دادم، من حالا باید بیام بگم که هزینه پروژه من به دیتیل چقدر میشه. من میتونم برآورد هزینه کنم که هر منبع چقدر هزینه داره و چقدر هر جا اصلا سرمایه لازم دارم که واسه این پروژه هم قرار بدم. و خب گفتیم که ما میتونیم هزینه پروژه رو پیش بینی کنیم و این پیش بینی اینجا انجام میشه که بدونم چقدر باید سرمایه از قبل تهیه کنم و کجاها باید نقد تزریق کنم، پول نقد رو تزریق کنم تا بتونم پروژه‌م رو به موقع انجام بدم. بعد اینکه برنامه اولیه تهیه شد، یه برنامه اولیه واسه اون تهیه شد، من حالا یه پیامی رو میدم که میگم آقا برنامه اولیه من تهیه شد، حالا یه برنامه جامع و فراگیر باید تهیه بکنم که دیتیل های بیشتری رو تو اون در نظر گرفتم و یکی از این دیتیل های اصلی که امروزه خیلی مد شده و باب شده و خیلی استفاده میشه ریسک پروژه هست که خودش مهندسی ریسک و
ریسک پروژه ها میتونه یک کورس جداگونه باشه، ولی ما خب در سطحی که بتونیم یک یا دو تا فیلم آموزشی خوب باسش تهیه بکنیم که بدونین ریسک پروژه چی است و چجوری میتونیم اونو مدیریت بکنیم به شما ارائه میدیم. که گام های اصلی اون اینه که من اول قسمت های مهم پروژه رو شناسایی کنم، بگم واسه کدوم قسمت ها من بهتر آنالیز ریسک داشته باشم، و بعد اینکه قسمت های مهم من رو شناسایی کردم، چون همه قسمت ها مهم نیستم واقعا که بگم آقا این ریسکش چقدره، خب خیلی هزینه باسم میبره اگه من همه قسمت هم ببینم. پس اول باید قسمت های مهم من رو شناسایی کنم، بعد اینکه قسمت های مهم من رو شناسایی کردم گفتم آقا اینا باسه من حیاتی هستن و نباید اتفاق خاصی باسشون بیفته، بیام ببینم چه ریسکایی باسش وجود داره، چه اتفاقاتی ممکنه براش رخ بده که اون چیزی که میخوایم انجام نشه. خب بیام اینا رو شناسایی کنم، تحلیل بکنم که ببینم آقا این ریسک ها چیا هستن، که یکی از روش هاش روش نمودار علت و معلولی و طوفان مغزها و غیره هستش که از اونا میتونم استفاده کنم، ریسکم رو تحلیل کنم، درجه بندی کنم که بگم کدوم از همه ریسکش بیشتره. بعد اینکه گفتم کدوم یکی از اینا ریسکش بیشتره و کدوم یکی ها رو باید حالا حتما مدیریت کنم، میام یه برنامه واکنش به این ریسک تهیه میکنم، میگم اگر یه چنین اتفاقی افتاد من باید چی کار بکنم، یه برنامه باستش تهیه میکنم که در تحت اون شرایط وقتی که اتفاق افتاد بتونم اون کار رو انجام بدم. جالبه یه مستندی رو نگاه میکردم که داشتن یه پل عظیمی رو توی ژاپن تهیه میکردن، و خب ژاپن یه منطقه زلزله خیزه و یکی از ریسک های اونها زلزله در شرایطی بودش که ستون ها هنوز قوت خودشون رو کسب نکردن و اگر زلزله تو اون زمان می اومد ستون ها از بین می رفت و یه هزینه خیلی زیادی رو واسه اون پروژه اعمال می کرد و اصلا پروژه کات می شد. خب اومدن اینا این ریسک رو شناسایی کردن، تحلیلش هم حالا کردن، و ما برنامه واکنش به اونا برنامه نداشتن چون واقعا نمیتونستن کاری بکنن و امید به خدا رو برنامه امید به خدا رو پیش گرفتن، که خیلی وقتا ما از این برنامه تو ایران هم استفاده میکنیم، اما اونا واقعا هر چقدر فکر کردن نمیتونستن کاری کنن. اما کاری که کردن اومدن گفتن من زمانی که باسم مهم هستش زلزله نیاد کی هستش، و بر اساس اون تاریخی رو پیشنهاد کردن که تو اون تاریخ احتمال وجود زلزله کمتر بودش، و خب سعی کردن تو اون تاریخ انجام بدن اون پروژه رو. و یه حالا من زمان دقیق اجرای فرآیندهای قبلیش رو یادم نیست، و به خاطر اینکه به اون تاریخ برسن خیلی سریع کار کردن و دقت خیلی زیادی هم به خرج دادن، و خب این برنامه ریسک اونها هستش که به خوبی تونستن اون رو اجرا بکنن. بعد که برنامه ریسک انجام شد من باید مدیریت برنامه رو داشته باشم. گفتم که برنامه تغییر میکنه، برنامه ثابت نیستش و توی زمان اجرا و کنترل تغییر. من باید برنامه ای رو خب باسه تغییر این برنامه‌ریزی خودم ایجاد کنم که به اون مدیریت برنامه میگم، و میگم آقا کنترل و نظارت برنامه به چه شکل باشه، چجوری اینو آپدیت بکنم، به روز رسانی کنم، و این برنامه‌ای که واسه بروز رسانی هستش رو یه تعریفی واسش داشته باشم که تیم برنامه‌ریزی من بتونه آپدیت های خودش رو انجام بده. بعد اینکه این برنامه‌ریزی جامع به دست اومدش تو این مرحله، من یه سری شرح وظایف، یه سری داکیومنت ها تهیه میکنم که میگم تو چه زمانی چه منبعی رو لازم دارم که چه کاری رو انجام بده، و این شرح وظایف میشه، و شرح وظایف رو باید ابلاغ کنم که توی MSI مدیریت یک پارچه سیستم من وجود داره، و این رو همه اطلاعات برنامه‌ریزی، ببینید این همه اینا با این MSI در حقیقت چیز دارن، رابطه دارن، خب با پایگاه داده پروژه من ارتباط دارم، و خب حالا من آخرش اومدم این ارتباط رو نشون دادم، یعنی هر لحظه هر کاری که میکنم توی این باید آپدیت بشه و این باید بروز باشه، و من اصلا یه برنامه به روز رسانی این رو دارم که حالا این توی سیستم های اطلاعاتی مدیریت وجود داره که وارد بحثش توی مدیریت پروژه نمیشیم، و خب این پس نشون میده که اهمیت زیادی داره، و در حقیقت این اطلاع رسانیش به این شیوه انجام میشه که اول میاد این تو، بعد این اطلاع رسانی رو به افراد من انجام میده، و حالا ایمیل میخواد بزنه، میخواد کار دیگه بکنه، دیگه ما کتبی کار نمی کنیم خیلی وقتا، مگر جایی که خب مجبوریم، و خب اون شخصی که حالا وظیفه اطلاع رسانی داره مجبور کتبی انجام بده. خب اطلاع رسانی انجام شد، شرح وظایف داده شد، و تاریخ انجام فعالیت من، اجرای من تعریف شدش. حالا وارد
اجرا و کنترل میشم، شرح وظایف رو اینجا میگیرم، شروع میکنم به اجرا. خب میرم اینجا فعالیت رو بر اساس برنامه ابلاغی خودم، تیم اجرای من شروع میکنه به اجرا. خب من اینجا خودم یه نقطه کنترلی باید اول تعریف بکنم، این اشخاص که اجرا میکنن خودشون هم کار خودشون رو باید نظارت و کنترل کنن. این قضیه توی ژاپن خیلی خوب انجام شده، شاید یکی از استراتژی‌های اون 5S باشه که استفاده میکنم. پس من 5S توی مدیریت پروژه من باید داشته باشم، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع و غیره، تو اینجا خیلی مفهوم داره و خیلی کاربرد داره، به خاطر اینکه اولین نفری که مشکل رو میبینه تیم اجرای من هست، در حین اجرا مشکل رو میبینه، ریپورت میکنه، سیگنال میده به تیم کنترل و نظارت، مثلا سرپرست کارگاه، و سرپرست کارگاه این رو میده به برنامه‌ریزی. حالا میایم جلوتر با هم میریم، اقدامات خودش رو انجام میده. پس من اینجا اولین نقطه کنترلم که به صورت پیوسته هم انجام میشه رو باید به صورت فرهنگ سازی، خیلی مهمه، ما باید فرهنگ سازی کنیم اینجا. این کار به غیر از فرهنگ سازی قابل مقدور نخواهد بودش، چون باید اون شخص احساس مسئولیت بکنه، این شخص باید احساس مسئولیت بکنه به خاطر اینکه اشتباهات خودش رو حتی بگه، بگه آقا من اینجا یه اشتباهی انجام دادم، پس این رو بتونه انتقال بده و انجام بده. خب بعد از اون من یه سری نقاط دوره‌ای واسه کنترل دارم، شاید البته این پیوسته هم انجام بشه، مثلا سرپرست کارگاه همیشه اونجا هستش و داره کنترل میکنه دیگه. خب سرپرست کارگاه به نظر من اینجا قرار میگیره، حالا شاید تو تیم اجرایی هم باشه، این دیگه بسته به سیاست‌های اون اشخاص داره که سرپرست کارگاه توی ساختار سلسله مراتب پروژه، پست‌های پروژه کجا قرار داده شده باشه. خب تیم کنترل و نظارت همون اشخاصی که به باکس‌های WBS ما تخصیص داده بودیم، به صورت دوره میان کنترل‌های خودشون رو انجام میدن، مثلا هفته‌ای، ماهانه و غیره. ما سیستم‌های کنترلی مختلف رو با هم حتما خواهیم دیدش که انواع سیستم‌های کنترلی وجود داره که ما بیایم کنترل کنیم. خب اشخاص میان کنترل میکنن، تفاوت ها رو در میارن، تفاوت ها رو اعلام میکنن به تیم بروزرسانی برنامه، یعنی برنامه رو کسایی که قراره آپدیت بکنن، و برنامه آپدیت میشه اینجا. وقتی که برنامه آپدیت شد، خب دیتا استور من، پایگاه داده من هم باید به آپدیت بشه، اینا میبینن رابطه دارن، برنامه اجرایش آپدیت میشه و دوباره اعلام و ابلاغ میشه، پس اینا رابطه دارن، این نقطه چین ها اینجا اعلام داره به من نشون میده که اینها رابطه دارن و اینها باید به روز رسانی بشن. خب به روز رسانی که انجام شدش، من هر چند وقت یه بار گزارش هم میگیرم، اینا به صورت موازی، این علامت به صورت موازی تعریف شده، چون یه نفر که این کار رو انجام نمیده، چند نفر میتونن این کار رو انجام بدن دیگه، به صورت موازی من گزارش پیشرفت رو هم میگیرم. خب پس من یه رویه که حالا این هم یه صحبت دیتیلی با هم خواهیم داشت که چجوری گزارش های پیشرفت رو میتونیم از نرم افزار خارج کنیم و اصلا چجوری تکنیک های گزارش گیری توی مدیریت پروژه وجود داره، خب یه بحث جالب هستش که کسانی که این بحث رو به خوبی یاد بگیرن، مزیت رقابتی خوبی رو نسبت به اشخاص دیگه‌ای که مدیریت پروژه رو سرسری‌تر یاد گرفتن خواهند داشت. پس این یه تیکه‌ای هستش که خیلی از مدیران کسایی که مدیریت پروژه کار کردن هم شاید خوب بلد نباشن، پس اینو من تاکید میکنم که خوب یاد بگیرن، چون کار ما، میزان خوب بودن کار ما از طریق این گزارش‌ها تعریف میشه. من اگه گزارش‌های خوبی انجام بدم، میگن آقا تیم برنامه‌ریزی کارشو خوب داره انجام میده، پس این نقاطی هستش که دارن ما رو، تیم برنامه‌ریزی رو تحت کنترل خودشون قرار دادن و میبینن چجوری دارم عمل میکنم، پس اینو خوب یاد بگیرن حتما بعدن که با هم جلوتر بریم. خب این گزارش ها داده میشه به مدیریت، اشخاصی که باید این گزارش ها رو ببینن، بر اساس سطح دسترسی که توی پایگاه دادم تعریف شده، یا حالا ایمیل میشه یا هر چیزی، میان این گزارش ها رو میبینن و سیاست های اصلاح و مشکل خودشون رو اعلام کنن. البته چیزی که هستش، من به نظرم این باید به این هم به این مناسب بود که وصل میشد، بهتر بود که به این وصل میشدش که بگیم آقا کنترل بر اساس مایلستون ها دیگه، من اینجا مایلستون نبودش البته، بر اساس گزارش یا مایلستون، اینطوری بهتر بود نوشته میشد اون وقت. خب حالا این هم مشکلی نداره که بگیم آقا اعلام سیاست های اصلاح مشکل، مدیر من میادش که مشکلاتی که حالا توی گزارش من تهیه شده، پیشرفتی که داره نگاه میکنه، تا
تصمیم گیریهایی که خودش میکنه و بر اساس سیاست هایی که داره مشکلات رو اعلام میکنه و تیم برنامه‌ریزی میگه این به روز رسانی ها رو انجام بده. ممکنه حتی بگه تصمیم از پایان پروژه بگیره. به خاطر همین من میگم که بهتر بود به این وصل میشد، اما خب مشکلی هم نداره به این وصل کردیم. بسته داره به گام های مدیریت پروژه ای که واقعا توی شرکت خاص تعیین میشه. ممکن این فرآیند یه مقدار تغییر بکنه توی اون شرکتی که داره سیاست های مدیریت پروژه، دانش مدیریت پروژه رو اجرایی میکنه. خب یه کسی حالا میتونه از این سیاست استفاده بکنه. خب پس گزارش ها رو من اینطوری اعلام میکنم به تیم مدیریت و تیم مدیریت سیاست های خودش رو اعلام میکنه و تیم برنامه‌ریزی واسه بروز رسانی انجام شده و بروز رسانی که انجام شد برنامه اجرای جدید ابلاغ میشه و از این بعد بر اساس اون برنامه اجرای جدید تعیین میشه. پس ناکنین زمان اعلام برنامه خیلی مهمه. من مثلا یه شخصی فقط قرار کار رو آخر پروژه من انجام بده و فقط اونجا هستش، دیگه من از اول پروژه نمیام هی برنامه رو آپدیت شده رو بهش ابلاغ بکنم دیگه. تو اون زمانی که حالا بازه زمانی که مناسب هستش برنامه‌ای که قراره اجرا بکنن رو ابلاغ میکنم به اون شخصی که آخر پروژه قراره کار انجام. پس این زمان ابلاغ مهمه دیگه که چه زمانی ابلاغ انجام بشه. خب تیم کنترل مدیریت گفتیم که این دوره‌ای رو انجام دادیم. یه سری مایلستون ها هم وجود داره که این مایلستون ها رو من توی بخش کنترل پروژه حتما با هم میبینیم. مایلستون ها نقاط برو نرو به طور معروف هستن و ممکنه تو اونجا تصمیم و پایان پروژه گرفته بشه، بگیم نه این پروژه دیگه نمیتونیم انجام بدیم، این اصلا اشتباه بود، از اول بریزید و انجام بدید. تو اون پروژه‌ای که گفتم پل ساختن پل توی ژاپن بود، اگر خاطرتون باشه، اگر زلزله تو اون زمان میومد پروژه متوقف میشد و جمع باید میکرد. پس اون یه مایلستون واسه پروژه من بودش که حالا به صورت دیتیل تر مایلستون ها رو خواهیم دیدش. خب وقتی که کنترل مدیریت رو هم انجام شد و خب این چرخه، میبینید چرخه‌ای که اینجا وجود داره ادامه پیدا کردش. خب این چرخه تا زمانی که تصمیم بر پایان پروژه گرفته بشه اینجا ادامه پیدا میکنه. خب وقتی که تصمیم بر پایان پروژه گرفته شد، صدور فرمان اتمام پروژه. من تیم مدیریت من به صورت کتبی و رسمی، البته همه کارا باید کتبی انجام بشه، به صورت رسمی اعلام میکنه که ختم پروژه باید انجام بشه و میریم تو فاز اختتامیه. خب فاز اختتامیه خب خیلی شاید دیتیل های بیشتری داشته باشه، توی شرکت ها سازمان های مختلف کمی متفاوت باشه، اما اینجا گام هایی رو آوردم که میتونیم به صورت کلی واسه اختتامیه در نظر گرفتش. یه سری اقدامات پایانی هستش، شاید بخوایم جشن رو اصلا بگیریم، یه سری کارهای آخری و نهایی هستش که باید انجام بدیم. خب اینا رو انجام میدیم. اقلام قابل تحویل رو باید بدیم. خب تحویل، اقلام قابل تحویل یعنی اینکه مشتری من میاد آخرش اقلامش رو تحویل باید بگیره از من. خب و البته فرض بر اینه که توی این قسمت مایلستون ها همه چی اوکی رفته جلو دیگه، اگه اوکی نرفته جلو دیگه اقلامو تحویل نمیتونیم بدیم و اصلا وارد فاز اختتامیه نخواهیم شد. خب وقتی که وارد فاز اختتامیه شدیم، یعنی اقلام قابل تحویل من آماده هستن و امضاهایی که آقا من اقلامو به شما دادم گرفته میشه و میگیم به صورت رسمی که آقا من چیزی که میخواستی رو بهت دادم و وقتی که اون رو دادم اعلام میکنم ختم پروژم رو، پروژم ختم شدش و الان اینجا دیگه من از پروژه جدا شدم. خب از اینجا به بعد واسه یه کارهای پایانی دارم که واسه دانش اون سازمان مفیده. وقتی که من پروژه‌ای انجام دادم باید دانش کسب شدم و مستند کنم. خیلی وقتا اگه این دانش خوب مستند نشه و از اون استفاده نشه دیگه به درد من نمیخوره که من درست یه پولی رو کسب کردم ولی در آینده من خیلی از اشتباهات رو شاید تکرار کنم و تکرار اشتباهات خوب نیستش. پس من واسه اینکه دانش کسب شدم رو و دانشی که دارم رو ارتقا بدم، میام اونا رو اول مستند میکنم، تجزیه تحلیل میکنم، حتی تجزیه تحلیل آماری، تجزیه تحلیل توصیفی و مفهومی و غیره، تجزیه تحلیل میکنم. بعد که تجزیه و تحلیل کردم یه سری گزارشات خوب و مناسب باید در بیارم که در پروژه های آینده بتونم اونو استفاده کنم و خب تمام اینها باید دوباره بره توی پایگاه داده پروژه من و مخصوصا این نتایج نهایی. وقتی که در آینده من بخوام استفاده کنم از دانشم، این گزارشات نهایی بسیار کاربردی خواهد بود.
و در پروژه بعدی میتونم از اونا استفاده کنم و سیستم های اطلاعات مدیریت میتونه خیلی مفید باشه واسه این مدیریت دانش من. خب پس اینجا من یه جورای مدیریت دانش دارم انجام میدم و بعد اینکه مدیریت دانشم رو انجام دادم، پایان پروژه تازه اینجا اعلام باید بشه و پروژه دیگه تموم شده و من میتونم از دانش و محصل پروژم هم توی سازمان علاوه بر پولی که کسب شده، سرمایه‌ای که کسب شده، حالا اگر دولتی نبودش، اگر دولتی بود علاوه بر خدمتی که به مردم دادم، میتونم از دانش خودم اینجا استفاده کنم و دانشم رو بین بقیه دیگران هم تسهیم و به اشتراک گذاری کنم و بتونم پیشرفت خوبی رو حاصل بشم. خب در جلسات بعدی ما وارد هر یک از مواردی که لازمه میشیم، همونطور که توضیح دادم توی این فرایند، گفتم که کجاها هم ما توضیحات به خصوص خواهیم داشت و خب با هم خواهیم دید که چجوری هست. تو فیلم بعدی ما در مورد شناسایی زینفان صحبت خواهیم کرد. از توجهی که داشتین متشکرم، امیدوارم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.